خب سلام دارم خدمت شما آقای آرش سجادی، کارگردان، نویسنده، بازیگر و تهیه کننده سینما ایران. شما خانواده هنری و خیلی پر سابقه و قدیمی دارید در سینما ایران و ضمن خیر مقدم بهتون از برنامه پرژین آوارد میخواستم ازتون خواهش کنم که چون این برنامه راجع به در واقع زندگی هنری شماست و این مصاحبه، میخواستم خودتون از هر جایی که دوست داری شروع کنید و به صورت مختصر و به صورت حالا مختصر نه، یعنی به معنی این که اون روایتی که از قصه هنری زندگی خودتون دارید رو برای ما بگید و در واقع اینجوری بهتره بگم که از اینجا شروع کنیم. من فکر میکنم با شما حرف زیاد دارم، به جای دیگرش هم برسیم. سلام میکنم علی جان به شما و همه بیننده های عزیزت در هر جای دنیا که هستن، به خصوص هموطنان عزیزم که در خارج از ایران هستن. من الان اینجا از شهر اهواز با تو دارم صحبت میکنم. این رودخونه‌ای که پشت سر من میبینی کارون زیباست و با همه مختصات یک غروب غم‌انگیز جنوبی. به حضور دارزم که چی که در واقع معظمی خوبی از این که یک خاطره باشه، یک رنجنامه است، یک دردنامه است که واقعا نیاز داره که صفحات زیادی سیاه بشه تا و نوشته بشه تا این رنجنامه بشه با جزئیات در واقع در رابطه باش صحبت کرد. ولی آنچه که در واقع میخوام بهت بگم اینه که به هر حال ریشه من مربوط به این خاک میشه و من مربوط به این شهرم و مربوط به این ولایتم. پدر، مادر و تمام اجداد من توی این خاک بودن و توی این خاک بزرگ شدن، رشد کردن، مردن و بعد همینجوری به نسلهای بعد منتقل کردن. شاید ماجرای هنری ما بیش از این که حالا بخوام از خودم شروع بکنم، باید از پیشینه خانوادگیم شروع بکنم. به هر حال پدر من و عموی من در اهواز با آقای کیانوش عیاری و یه تعداد دیگه از هنرمندایی که حالا همه اهل اهواز بودن، اینها اینجا گروه تئاتر داشتن، فیلم های کوتاه می ساختن. اون موقع فیلم های 8 و 16 در واقع تهیه می کردن و تقریبا از دهه 60 که همون دهه 80 میلادی میشه مهاجرت می کنیم ما به تهران و دیگه کار رو اونجا به صورت حرفه‌ای در واقع در سینما ایران شروع می کنیم و همراه خانواده که شاید به پیش از همه اینها در واقع عموی من علی سجادی حسینی وارد در واقع جریان حرفه‌ای سینما ایران میشه و با فیلم افق که با مرحوم ملا قلی‌پور به عنوان اسیستانش و به عنوان بازیگر نقش اصلیش در واقع همکاری میکنه و بعد فیلم های عروس و بعد دزد عروسک ها و بعد اینا رو به عنوان دستیار و بعضا بازیگر کنار کارگردانه ای حالا هم دوره خودش در واقع بوده، بعد خیلی زود تبدیل میشه به یک فیلمساز و دو سه تا فیلم در واقع مهم میسازه که مهمترینش شاید خاطره‌ای باشه برای
بچه های همسن سال شما و حتی خود من به اسم مدرسه پیرمردها. مدرسه پیرمردها توی همین موقعات تابستون سال 69 در واقع فیلم برداریش کلید میخوره و برای سال 70 آماده اکران میشه و از سینماها پخش میشه که خیلی مورد توجه بچه ها قرار میگیره. تو جشنواره فیلم اصفهان خیلی مورد توجه قرار میگیره. اما این در واقع زیاد طول نمی کشه، این موفقیت ها و این ماجره ها. و من واقعا شروع کارم با فیلم مدرسه پیرمرد ها بوده که همون سای 69-70 شمسی در واقع شروع میشه، چیزی بوده 30 سال 31 سال پیش که من یک نوجوان شاید 18-19 ساله بودم، یک جوانه شاید 18-19 ساله. و این آغاز در واقع من بود در سینما. ولی میگم طولی نمیکشه که 3 سال بعد به یک اتفاق خیلی ناخوشایند و شاید نادر در سینمای جهان، کارگردان فیلم که عموی من بود سر صحنه فیلم برداری در واقع گوله میخوره تو پیشونیش و عمرشو به شما میسپاره و به رحمت خدا میره. و این برای خانواده ما یک شوک بزرگ بود، یک شوکی که واقعا تا سالها کمر خانواده ما از این ماجرا صاف نمیشد و یه جوری شاید همه ما دل زده شده بودیم از این کار و از این شغل و از این حرفه. و اونم به خاطر اینکه این حرفه حرفه‌ای بود که شاید تو اون سالها و اون زمانی که ما بودیم شاید سخت گفتنش، ولی واقعیت این بود که تنها شغلی بود که میتونستیم داشته باشیم، چون حالا اونا مجبور بودن که در واقع شغلای خیلی پیش با افتاده و خیلی چیپی رو انتخاب بکنن و از یه جایی تصمیم گرفتن که با همه وجودشون هر آنچه که دارن، هر آنچه که بلدن. و شاید تئاتر و نمایش و فیلم یه زمانی براشون فام بود، ولی اون تبدیل شد به یکی از شغلای مهمشون، و چون این تنها چیزی بود که تو زندگی داشتن و میتونستن دیگه انجام بدن و شاید این تنها روزنه امیدشون بود. که اونم با کشته شدن عموم سر صحنه فیلم برداری فهمیدیم که خب اینم در واقع یک ظاهرا خط قرمزیه که اونم زیاد نباید طرفش رفت و طبیعتاً باید بریم دنبال یه کارهای دیگه و شغلهای دیگه و این ماجراها. ولی با این اوصاف به هر حال من موندم، دانشگاه رفتم، درس خوندم. خب گویا مشکلی پیش اومد که ما وسط مکالمه‌مون قطع شد و دیسکانکت. آره اینجا یه ذره، آره اینجا ببخشید هوا خیلی گرمه و این گوشی من آیفون من جواب کرد یه جورایی و گفتش که آره بخاطر حدود 52 درجه هواست و انقدر اینجا رطوبت بالاست و به هر حال گرمه که تنگ کرد گوشی. آره ببخشید. از شما شنیدیم که گفتید مشغول درس خوندن شد. اگر ادامه رو بفرمایید و آره من همزمان به فیلمای آره. بالا هواش ممنون میشم. آره به حضور دارزم که آره من همزمان هم مشغول درس خوندن بودم و هم همزمان کار دستیاری کارگردان میکردم و مدیریت برنامه ریزی در واقع پروژه های مختلفی رو داشتم. خب تقریبا حدود 1 دهه 10 سال کار مدام من
همین بود، یعنی دستیاری و برنامه ریزی و سینما رو به صورت تجربی این مدلی آموختن و همزمان هم در واقع درس موندن و تئوری دنبال کردن. دیگه تقریبا من اولین فیلم کوتاه هم و سال 83 ساختم، یه فیلمی بود که اونم با بودجه شخصی خودم ساختم و تو فستیوال مختلف رفت و مورد توجه قرار گرفت و اولین فیلم بلند تلویزیونیم رو سال 84 شروع کردم و تقریبا دیگه از سال 84 به صورت رسمی کارگردانی رو شروع کردم. سال 85 سریال ساختم، سال 86 یک فیلم دیگه ساختم که دیگه کار همزمان کار تولید هم میکردم، یعنی کار تولید و به عنوان مجری طرح پروژه‌های مختلف، حالا چه سریال چه سینمایی، وایسادم و کار کردم. سال 87 اولین فیلم بلند سینماییمو ساختم به اسم موج سوم و بعدش هم که یه جورایی توی جریان بعد از ماجراهای 88 و اکران نشدن فیلم و به هر حال موضوعاتی که اتفاق افتاده بود تو جامعه، یه دو سالی در واقع دوباره رفتم کار دستیاری کردم، دوباره مجبور شدم برگردم و کار دستیاری بکنم. دوباره سال 89 یک فیلم دیگه ای رو شروع کردم به اسم آوان و اونو ساختم و سال 90 هم یک فیلم دیگه ساختم به اسم تیغ و ترنج و یک دهه جدید دیگه حالا از زندگی ما آغاز شد که حالا هم به عنوان دستیار کارگردان، هم به عنوان کارگردان، هم به عنوان در واقع مدیر تولید، مجری طرح، نویسنده، دیگه همه چیز رو تو این 15 سال قبلش تجربه کرده بودم و حالا یک دهه‌ای که لازم بود که از این تجربیاتم استفاده بکنم رو شروع کردم و دهه 90 تقریبا دهه‌ای بود که پر از تلاطم بود برای من و به هر حال تونستم حدود 8 تا فیلم رو تهیه کنم که حالا چند تاشم با خود تو بودم، حدود 3 تا 4 تا فیلم بسازم و تا الان که دیگه سال 1400 هستیم و اومدیم تو قرن جدید همچنان دارم کار میکنم و مشغولم و حالا نمیدونم توی دهه این دهه که میاد، که دهه اول قرن جدیده، به هر حال وارد بخش جدیدی از زندگی هنری میشم، یعنی دارم وارد دهه 50 زندگی میشم و حالا دیگه از اون ماجراها و تب و تابا و این ماجراها افتادم و امیدوارم تو این دهه بتونم در واقع آنچه که محصول تجربه و محصول هر آنچه که به دست آوردم توی 30 سال گذشته توی سینما رو بتونم توی این دهه در واقع ثمرش رو ببینم و خودم هم ثمر بدم اگر بری داشته باشم. این کل ماجرای ما بود. خب چقدرم عالی، چقدر زیبا بیان کردی. آرش سجادی، من خوب تو رو میشناسم چون چند تا کار مشترک با هم داشتیم و از ویدیوهات هم با خوبی با خبری. تو شاعرانگی خاصی در وجودت هست که اینو نشون نمیدی ولی تو فیلمات میشه دید به خوبی. میخواستم ازت بخوام که در رابطه با عنصر شاعرانگی در فیلمات و حس عمیقی که در کارات هست برای من کمی صحبت کنی. ممنون میشم. ببین ما نمیتونیم بگیم فیلم در واقع
در این اینکه مربوط میشه به یک بخشیش به ماجرای ادبیات، ولی واقعا این شاعرانگی رو من حداقل تو فیلمام نمیبینم. من سعی میکنم که فیلمهایی که حداقل میسازم به فطرت انسان برگرده، به اون روح در واقع لطیف انسان برگرده، به اون چیزهایی که خداوند در وجود همه ما گذاشته و همه ما و کل دنیا رو بر اساس اینا ساخته. یعنی خدا به هر حال این دنیا رو بر اساس نور و پاکی و درستی و صداقت و این چیزها به وجود آورده و نه خشونت و بیرحمی و تاریکی و ماجراها. و به نظرم وقتی که روشنایی هست هیچ وقت تاریکی جایی نداره این وسط، و شما نور رو میتونی اندازه بگیری ولی تاریکی رو هیچ وقت نمیتونی اندازه بگیری. من فقط کاری که میکنم اینه که سعی میکنم یه ذره به فطرت آدم ها نزدیک شم، اونم سعی خودم رو میکنم. نمیدونم چقدر در واقع موفقم توی این ماجرا. سعی خودم رو میکنم به فطرت آدم ها نزدیک شم، به انسان نزدیک شم، به تفکرش، به نوع نگاهش، که خب طبیعتاً میلیاردها آدم هستیم روی این کره زمین با تفکرات مختلف، با نیازهای مختلف، با ماجراهای مختلف. هیچ کدوممون نمیتونیم یک تعریف واضح و مشخصی داشته باشیم از این قصه. به خاطر همین سعی میکنم که در واقع نزدیک بشم به این فطرت انسانی. توی این فیلم آخری که ساختم به اسم رویای ساحل سعی کردم که در واقع این نگاه رو از دید یک نوجوان که هنوز فطرتش پاک مونده و هنوز زنگار نگرفته آینه وجودیش، یه جوری نشون بدم از زاویه دید اون در واقع دنیا رو ببینم. و حالا باید ببینیم چی از آب در میاد. به عنوان یک کارگردان میخواستم بدونم که علاوه بر این که تو به فطرت انسان توجه میکنی، مانیفست آرش سجادی برای جهان چیه؟ برای انسان و برای عالم یه مقدار این رو برامون توضیح بدی، و بعد از اون هم میخوام حرفت رو، توصیت رو برای جوانای بعد از خودت، کسایی که توی سینما هستن، بگید. من فکر میکنم که دنیا با مهربانی دنیای بهتری هست، و شاید این مهربانی که میگم بزرگترین ویژگی مشترک بین همه موجودات خلقت باشه، نه فقط انسان. یعنی اینکه اگر مهربان باشیم، حتی شما دیدی حیوان‌های درنده‌ای که شما فکر می‌کنی هیچ جوری نمی‌تونی اینها رو کنترل کنی، با مهربانی وقتی باشون بهشون غذا میدی و باشون رفتار میکنی، میبینی که در واقع کنار تو میان و به تو هیچ آسیبی نمیزنن و یک ارتباط خیلی خوبی رو میتونید با هم دیگه بگیرید. من فکر میکنم که آنچه که بین همه ماها مشترک هست این مهربانی. اتفاقا یک فیلمی رو میدیدم، یک فیلم مستندی رو میدیدم. سلام، من یه توضیح بدم خدمت بینندگان عزیزمون و کسایی که این برنامه رو میبینن. اتفاق خیلی عجیبی افتاد توی این مصاحبه، چون آرش عزیز برای بازدید لوکیشن به خوزستان رفته بود و همونطور که توی فیلم‌های قبلش میبینید در کنار رود کارون و طبیعت زیبای اونجا داشت با ما مصاحبه میکرد. به خاطر گرمای هوا دو بار گوشی هنگ کرد و ارتباط ما قطع شد.
و لاجرم و ناچارم مصاحبه به زمان دیگری موکول شد که الان اون زمان دیگه است. یعنی ما فکر میکنم بعد از حدود یک هفته داریم ادامه مصاحبه رو میریم و بابت این موضوع خیلی خواستم یه توضیح خدمتتون بدم که اگر لوکیشن عوض شده، لباس ها عوض شده، تغییر کرده، علتش اینه و خیلی موضوع جالب و نادری پیش اومد. به هر حال سینماست و اتفاقای لحظه به لحظه، اینم بخشی از زندگی سینمایی هنرمندای سینماست. خب آرنج جان خیلی خوش اومدی دوباره. مرسی علی جان، ممنونم ازت. شب و روز خوبی رو برات آرزو میکنم، برای شما و بیننده های عزیز. خوشحالم که باز شما رو میبینم. دیگه توضیحات کافی و وافی رو دادی در واقع چند ثانیه و چند دقیقه گذشته. ما برای دیدن لوکیشن رفته بودیم و متاسفانه به خاطر وضعیت قرمز کرونا همه جا اونجا تعطیل شد و به هر حال انقدر هم هوا گرم بود که ما برگشتیم اومدیم تهران و حالا ادامه پیشتولی به این فیلم جدیدمونو داریم میریم که فکر میکنم تا یک ماه آینده آماده بشیم برای شوتیم. به امید خدا. خب الان تهران هستیم؟ الان تهران هستم، الان تو آفیس خودم هستم و... ارتباط قطع نمیشه دیگه. امیدوارم اگر که الان آلارم داره میده موبایلم که 10% شارژ داره که من بگم که اون چیزه رو بیاره که شارژ یه جوری آره هماهنگ کنم. میتونید بگید بیارم؟ آره. خب من میرم سر الان میتونم بگم شارژ، الان میتونم بگم شارژ بیارم تا قبل از بله بله بفرمایید، من توی فاصله یه صحبت کوتاهی هم میکنم تا آره شما صحبتتون رو بکنید. علی آقا اون درازیمو برای من میاریم بزنین اینجا که این موبایلم داره قطع میشه. دست علی آقا هم نه اون دراز سیم. آره دراز سیم داستان داره، یه سیم بلند سمتری مال شارژره که برای اینجور مواقع استفاده میشه. خب من برمیگردم سر صحبت اون روزم اگر خاطرتون باشه. صحبت ما در رابطه با مانیفست آرش سجادی در فیلم هاش بود که پیامش چیه و بعد از اون برگشتیم به مقوله عشق. میخواستم بگم که جایگاه عشق در فیلم های شما چیه و عشق رو چه تعریفی ازش دارید. این دغدغه ای هستش که انسان ها این روزا باهاش مواجهن و شما به عنوان یه فیلمساز فکر میکنم فراتر از زمان خودتون رو حس میکنید و درک میکنید و این مهم هستش که در فیلماتون چطور نگاه میکنید به این موضوع. چیزهایی مثل عشق، مثل شفقت، مثل شقاوت، مثل مهربانی و اون چیزهایی که خودتون فکر میکنید. یه مقدار راجع به اینا برامون صحبت کن. ببین در واقع اینها چیزهاییه که جهان ازش شکل گرفته. یعنی تمام اون چیزایی که شما گفتین چیزاییه که دنیا از اینها به وجود اومده. یعنی دوست داشتن، عشق، نور، پاکی، اینا همه چیزهاییه که تشکیل دهنده عناصر این دنیاست و هر چیزی رو که ما خالی از اینها میبینیم دقیقاً عکس اینهاست. یعنی مثلا وقتی ما راجع به نور صحبت میکنیم دقیقا نور چیزیه که ما برایش واحد اندازه‌گیری داریم، در حالی که برای تاریکی واحد اندازه‌گیری نداریم و معمولا جایی که نور نیست تاریکی هست، بهش میگیم تاریک، جایی که نور نیست. و دنیا از همه این چیزهایی تشکیل شده که شما اسم بردی، یعنی از عشق، دوست داشتن، شفقت و هر جا اینها رو ندیدی بدون اونجا تاریکیه، بدون اینها درش نیست.
و ما تو فیلمامون سعی میکنیم، تلاش خودمونو میکنیم که در واقع مهربانی رو نشون بدیم، چیزی که اینجا دیگه در واقع نیست. سعی میکنیم که دوست داشتن رو نشون بدیم، چیزی که اینجا نیست. در حالی که خب شما میبینید که فیلمای ما بعضن به خشونت، فیلمایی که حالا فیلمسازهای دیگه میسازن، شما میبینید که خیلی علاقمندن به نشون دادن خشونت، نشون دادن نمیدونم خیلی ماجراهای دیگه. اینها سعی میکنن که آینه جامعه باشن، یعنی یه چیزهایی رو از جامعه در واقع به شما انعکاس بدن. در حالی که من سبک حداقل فیلمسازی، مدل نگاه هم به فیلمسازی اینجوری نیست. من دنبال اینم که چیزهایی رو که نیست رو به شما نشون بدم، اون چیزهایی هست رو شما داری میبینی، نیازی نداری که من بهت نشون بدم، شما خیلی هم بهتر از من میبینی هم بهتر از من میتونی تحلیل و تفسیر بکنی. چیزهایی که الان وجود نداره رو ما دنبالش هستیم که در واقع نشون بدیم. این شاید بزرگترین مانیفست من باشه توی این موضوع. خیلی هم عالی، چقدر خوب تفسیر کردید. ببینید آقای سجادی عزیز، من چون تا حدودی با روحیات شما آشنام و شما رو میشناسم، میخوام که اون چیزهایی رو از شما بپرسم که شاید نشه از فیلمسازهای دیگه پرسید یا خیلی مخفول باشه، چون میدونم شما نگاهت خیلی ژرفه به موضوع فیلمسازی و از این بابت سعی میکنم مسیر صحبتم رو به جایی ببرم که آورده‌ای داشته باشه برای کسانی که میخوان درکشون از فیلم بالاتر بره، نگاهشون، نگاه کلیشون نسبت به سینما یک زاویه‌ای بگیره، یا فیلمسازایی که در راه هستن، جوان‌ترن و میخوان در واقع کار میکنه. خودت بهتر میدونی که فیلم انعکاس عالم درون کارگردان و فیلمسازه، یعنی آنچه که در رویاها و اوهام و درون و خیال خودش تصور میکنه رو بر پرده سینما میاد و تبدیل به فیلم میکنه، یعنی بخشی از درون خودش رو روایت میکنه و تفسیر میکنه. من میخوام بپرسم که چون موضوع شفقت و مهربانی رو و عشق رو پیش کشیدیم و صحبتی کردید که گفتید اینها اینجا نیست، راجع به عالم درون انسان ها، یعنی انسان ما به ازای انسان، انسانی که در جهان امروز به عنوان یک مقوله هنوز ناشناخته و پیچیده حضور داره، آیا عالم درون انسان و درونیاتش چی؟ آیا دچار دستخوش تغییراتی شده؟ و اینکه شما این تنهایی رو، این فضا رو در فیلم‌های خودت چطور نشون میدی؟ نگاهت به درون انسان، به فردیت انسان و درونیاتش چیه؟ واقعیتش اینه که ما به تعداد تمام این 7-8 میلیارد جمعیتی که در واقع داریم در دنیا، ما قصه داریم و زندگی داریم و نوع نگاه داریم و شاید دقیقا به اندازه ماهیایی که تو دریا هستن. مهم اینه که ما این اجازه و فرصت رو بدیم که همه در واقع یک جوری خودمون و جامعهمون، یعنی خودمون دریا دل باشیم و جامعهمون رو به سمت دریا دلی ببریم. دریا دلی به این معنی که اجازه بدیم که همه موجودات تو این دریا زندگی کنن، یعنی فقط این دریا رو مختص یه عده آدم ندونیم، برای یک سری آدم خاص ندونیم، برای یک جور نگاه خاص ندونیم. ما باید بدونیم که آقا این دریا نیاز به
تنوع زیادی در فرهنگ ها، در نوع نگاه ها، در نوع خواسته ها، در نوع خیلی چیزها به وجود بیاد، در حالی که ما الان این شکلی نمیبینیم. ما جامعه‌ای که امروز داریم توش زندگی میکنیم و شاید حتی ایرانی ها جاهای دیگه دنیا هم که میرن خیلی زندگی آکواریومی رو دوست دارن، یعنی دوست دارن که فقط یه عده آدم خاص توی یک شرایط خاص با یک غذا خاص با یک محیط کاملا استریل و گلخونه‌ای در واقع بتونن توی این محیط زندگی بکنن و فقط اینها حق نفس کشیدن و حرف زدن و اظهار نظر کردن و حالا همه چیز دیگه ای رو دارن. در حالی که اگر نگاه ما یک نگاه دریاگونه بشه، یعنی به این فکر کنیم که آقا ما اصلا به عنوان یک سری موجود شاید فکر کنیم که هیچ کس دیگه حق نداره تو این دریا زندگی کنه، فقط نظر ماست، فقط یه جور ماهی میتونه تو این آکواریوم باشه، اونم مثلا ماهی لجنخاره. و چیزی که در واقع میخوام در نهایت این بحثمون بهت بگم علی جان اینه که نگاهمون رو یه ذره بزرگتر کنیم، یه ذره گسترده تر کنیم از این همه بخل و حسادت و در واقع اقتدارگرایی این مدلی که همه چیز رو فقط برای خودمون میخوایم، همه چیز رو فقط مختص خودمون میخوایم، هر کی مثل من فکر کنه، هر کی مثل من ببینه، هر کی مثل من باشه در واقع میتونه ادامه بده یه سری ماجراها رو. و الان واقعا این جدی دارم بهت میگم، ما بزرگترین ضعفمون و بزرگترین ضعفمون، اینو من متاسفم بگم با برای یک ملتی که حالا 6000 سال تمدن و هنر و فرهنگ داره، ما امروز بزرگترین ضعفمون فرهنگه، یعنی این فرهنگمونه که از بین رفته و این فرهنگ و هنرمونه که رو به نابودی گذاشته و خودمونم تیشه برداشتیم به ریشش میزنیم. و هر کی هم میگه نه اینجور نبوده و ما پیشرفت کردیم و و و و و و حاضرم بشینم ساعت ها باش در واقع بحث بکنم روی این موضوع. خب من آخرین مطلبم میپرسم از شما پیش از اون که باهاتون خداحافظی کنیم. آرزوی آینده آرش سجادی چیه؟ میدونم که خواهی گفت صلح و آرامش رو برای هنرمندا، برای همه مردم دنیا آرزو خواهی کرد، ولی میخوام آرزو شخصی تو در سینما بدون، یعنی این رو علی راستش رو بهت بگم. ببین اگه من بخوام راستش رو بهت بگم، ببین ما اینجا دیگه من واقعا امیدی ندارم، میدونی؟ و وقتی امیدی نداری آرزویی هم نداری، به خاطر اینکه تو میگی آقا من الان در آستانه 50 سالگی، امید و آینده مال مثلا 10 سال 15 سال آینده است. تو میگی من دیگه 10 سال 15 سال آینده تمومم، من بهترین سالهای عمرم رو، بهترین روزهای عمرم رو پشت درهای وزارت ارشاد گذروندم، پشت دیوارهای ورود به یک سری صنف‌ها گذروندم، برای گرفتن قسط و وام و نمیدونم یک ماجرای احمقانه این شکلی جنگیدن برای یک چیزی که واقعا ارزشش رو نداشت. یعنی به یک جایی رسیدم که فکر میکنم که
واقعا سینما در واقع ما رو حروم کرده و به عبارت دیگه یک سری آدمی که واقعا هیچ سنخیتی با تشکیلات هنری و فرهنگی نداشتن این سکان رو دستشون گرفتن، در حالی که این آدم ها اصلا کارشون این نبوده، کارشون این نبوده که شما در طبیعت هم که نگاه میکنید ببینید آقا ما یه سری پرنده هایی داریم که اینا کارشون شکاره، اصلا شکاری هست، مثل شاهین، مثل عقاب، مثل نمیدونم کرکس، اینا شکل ساختاریشون یه شکل دیگه است، فرق میکنن با قناری. کسی که هنرمنده قناریه، این قناری قراره که در واقع چهچهه بزنه، یک صدایی رو، این قناری هیچ وقت نمیتونه شکارچی باشه. و شما فکر کن زندگی و عاقبت و همه ماجراهای قناری ها رو دادیم دست یه سری عقاب، یه سری باز، بعد گفتین اینا رو مدیریت کنید. باز چجوری میتونه در واقع تشکیلات یه سری قناری رو مدیریت بکنه، یه سری مرغ عشق رو مدیریت بکنه؟ خیلی دیگه باید به خودش مسلط باشه که روزی 5 تا از اینا رو نخوره که میخوره. شما از فیلمایی که طرف توقیف میکنه میتونی بفهمی که لذت میبره از این کار. یعنی فیلم توقیف کردن، اینی که دارم میگم یه بخشش مربوط به خودمه ها، یه بخشش مربوط به جامعه هنری منه و فیلم سازاست. اینی که فیلم تو رو توقیف بکنن شده جز لذت های یک سری آدم ها، لذت میبرن از این موضوع. من برای یکی از دوستان میگفتم که چجوری طالبان لذت میبرد از این که موقعی که مجسمه بودا رو منهدم میکردن، منفجر میکردن، میریخت. برای یه عده آدم توقیف کردن فیلم، نگه داشتنش، چوبلای چرخش گذاشتن و نذاشتن کار کردن لذت بخشه، کیف میکنن. مسئله روانیه ها، روانشناسی سینماست. اصلا بخوام اینو بهت بگم، چون سینما خودش یک روانشناسی خاص خودشو داره که آدم ها چجوری در واقع عقده هاشون رو، گره هاشون رو و و و خیلی چیزهای دیگه شون رو چجوری اینجا میتونن در واقع باز بکنن. ولی آنچه که در واقع علی جان تو از من پرسیدی اینه که من از همین الان حساب میکنم که این مملکت رو به آبادی، رو به پیشرفت و رو به همه چیزش رو به جلو باشه انشالله و در 20 سال آینده درست بشه. من چه امیدی میتونم داشته باشم در سن 70 سالگی؟ تو سن 70 سالگی قرار چی کار بکنم؟ پس من الان دیگه آرزوی ندارم، چون آنچه که میخواستم انجام بدم تا امروز انجام دادم و اینایی هم که انجام دادم اصلا فکر نکن که برنامه ریزی شده بوده، کسی اومده طراحی کرده، فکر کرده آقا ما بریم بشینیم یه فیلمسازی رو به وجود بیاریم، نمیدونم بهش امکانات بدیم، اینو بیاریم، اونو ببریم. نه، ما ها همه خود رو بودیم، خدا رو شکر همه چیزمون به صورت علابختکی به وجود اومده، اتفاقی، هممون اتفاقیم اینجا. الان من اینجا نشستم اتفاقیه، تو اونجا هستی اتفاقی، هیچ کس برامون هیچ برنامه‌ای، هیچ ماجرایی نداشتیم که، به خاطر همین نه
حداقل این که من و هم نسلای منه. امیدوارم که نسلای آینده به هر حال آرزوی داشته باشن و حتی خواسته‌ای داشته باشن که بهش برسن. خیلی ممنونم. به قول معروف گفتنی میگه جانا سخن از زبان ما میگویی. حضرت صاحب یه بیتی داره من خیلی دوست دارم اینو، میگه روزی که برف سرخ ببارد از آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز میشود. مگه برف سرخ از آسمون بیاد که بخت سیاه اهل هنر رو سبز کنند؟ البته سفید بختی عزیزانی مثل شما بر همه معلومه، چیزی نیست که من بخوام بگم، در شعر است و در زبان استعاره. حالا اینو گفتی من یه چیزی رو بگم راجبه، یه چیزی رو بگم برای حسن ختام موضوع. من دانشجو ادبیات نمایشی بودم، بعد خب همه جور کتابی رو میخوندم از همه نویسنده ها، و یک کتابی رو خوندم از صادق هدایت. یک جمله رو اون موقع سنی هم نداشتم، سنم کم بود، یک جمله رو توی یک کتابیش خوندم، مغز و استخونم درد گرفت و ولی نمیفهمیدم که این یعنی چی. هدایت تو اون کتاب گفته بود که ایران هر کس قلمی دارد گوشه کفنش بگذارد. من اون موقع میگم چون دانشجو ادبیات نمایشی بودم خیلی این برام عجیب بود موضوع، و گفتم یعنی چی. امروز که اینجا هستم این مطلب رو درک میکنم، یعنی امروز با تمام وجودم این مطلب رو درک کردم که واقعا در ایران هر کسی قلمی دارد گوشه کفنش بگذارد. سپاسگزارم. آخرین سوالم از شما اینه، توصیه‌ت برای جوان‌ترها چیه؟ خیلی بدون تعارف و واسطه. ببینید برای کدوم قشر از جوونا؟ برای کسایی که دنبال کارن یا اونایی که دنبال سینمان؟ همسنفای خودت، کسایی که دنبال سینمان نه کار. اونایی خوبی بود. آره، به خاطر اینکه واقعیتش اینه که ما الان دو قشر آدم داریم، یه سری آدمی که دنبال شغل هنری میگردن و یه سری آدمی که هنرمندن. اونایی که هنرمندن براشون مهم نیست که حالا نون دارن بخورن یا ندارن، ممنوع کارن یا نیستن، کار میتونن بکنن یا نمیتونن بکنن، بلکه هر جا باشن کار خودشونو میکنن. ولی یه عده هستن که دنبال شغل هنری هن. یعنی امروز فکر میکنم پول تو هنر میان هنر، فردا فکر میکنم پول تو بازیگریه میرن بازیگر میشن، سه روز دیگه میگن آقا دلار خوب داره بالا پایین میشه، میرن دلار فروش میشن. من توصیه‌ای که به جوونا دارم و کسایی که علاقمندن به سینما اینه که تو همین ابتدای راه تکلیف خودش رو روشن کن که دنبال شغل هنری میگردن یا دنبال هنرمند شدن میگردن. اگه دنبال شغل هنری هن، اینجا در واقع شغل خوبی نیست، نیان هر کار دیگه برن انجام بدن، بیشتر از این شغل میتونن درآمد داشته باشن، همبرگر بفروشن، نمیدونم فلافل بفروشن، شغل خیلی بهتریه و بهتر میتونن توش پول در بیارن. ولی اگر دنبال هنرمند شدنن باید پی خیلی چیزها رو به تنشون بمالن، باید از الان برن دنبال این که یه پوستی مثل پوست کرگدن پیدا کنن
که بتونن از این تشکیلات مافیایی صنفی، از تشکیلات مافیایی وزارت، تشکیلات مافیایی خیلی ماجراهای دیگه، پخش، اکران، سرمایه و و و و و خیلی چیزهای دیگه ردشن تا فیلم بسازن و بدونن که هر فیلمی که میسازن نصف موهای صورتشون حداقل سفید میشه یا سرشون. اگر آمادگی اینو دارن که اگر هم ندارن که برن یه شغل بهتر پیدا کنن، چون شغل هنری به دردشون نمیخوره. خیلی ممنونم از توصیه های خوب و خیلی واضحتون های آرش جدیدی عزیزم. تشکر این مصاحبه از طرف گروه پرژین آوارد و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. امیدواریم که باز هم بتونیم در مصاحبه های بعدی، برنامه های بعدی، فستیوال هایی که خواهیم داشت از حضورتون استفاده کنیم و بتونیم که در کنار شما بیشتر یاد بگیریم و بیاموزیم. خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. منم امیدوارم که باز بتونم شما رو ببینم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. شب و روزتون بخیر باشه. موفق باشید. خدا نگهدارتون.